دوستان به درخواست یکی از بچه های عزیز امروز میخوام دو مدل از دفاع سویپو بهتون بگم. سویپو جلسه پیش براتون توضیح دادم و یک نکته خیلی مهم میخوام آخر ویدیو بگم، حتما ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. بهتون گفتم زمانی که میخواید سویپ کنید گردن بلند میکنین، زیر پا رو خالی میکنین. براتون اینو کامل توضیح دادم با تمامی نکاتش. الان میخوایم تو دو حالت ما این سویپو بریم. یک، یحیی مثلا ضربه میدل زد، من پا رو گرفتم، میخوام اون زیر پا رو خالی کنم. یحیی میخواد دفاع کنه، اگه پا روی زمین باشه من زمینش میذارم. چرا؟ یه پاشو گرفتم، عملا از حدودا 50% فلجش کردم. زدن زیر اون پا خیلی راحته و اگه بخوام اون پا رو بزنم مجبورم بهش نزدیک بشم و گردنش بگیرم. حالا که بخوام گردنش بگیرم، یک، خود یحیی هم حمله میکنه سمت من، ضربه رو من میخوام بزنم. 1 2 3 ببینید همون حالت لیله بازی میکنه، برو هر جوری بخواد بزنه باد خالی میکنه. حتی یحیی میتونه گردن منو بگیره بیاد بالا، اصلا پایین نیاد. یحیی قرار بده بیا بالا، ببینید همین حالت میتونه بمونه توی ضربات. یکی بچه هم گفته بود ضربه زانو به صورت، تو این حالت هم یحیی از این ور بگیریم، میخوام زانو تو حالت ضربه زدن بکشی بالا. بیا ببینید اینجا حالا چیکار میکنه وقتی میخواد بزنه پاره گرفته، من باید اینجا دو تا دستامو نزدیک کنم که گردنو بکشم پایین. میخوام تا نزدیک فکت زانومو بیارم، ببینید گردنو میکشم پایین، ضربه رو میزنم. ویدیوهای ما آموزشیه، بهتون گفتم ضربه رو ما کامل نمیزنیم، ولی شما میتونید توی مسابقات اجرا کنید. به یحیی دوباره ضربه رو گرفتم، دست دور گردن، 1 2 3. آه. اینجا طرف میتونه ضربه زانو رو به من بزنه، میتونه خودش توی بچهای مسابقات MMA، بچهای MMA کار، همونجا دور کمر من کلوز گارد بگیره. این اولین تمرینش. دومیش خیلی مهمه واسه بچه‌ای که توی خیابون حتی دعواشون میشه، طرف به دیوار میچسبونشون، دور گلوشون رو گرفته یا دور کتفا رو گرفته، میخواد زیر پا رو خالی کنه. مهم اینه که این پایی که رو زمین مونده، چه چپ چه راست، میخ شده باشه، پیچ شده باشه به زمین. حالا چه جوری؟ یا گردنتو میخوام بلند کنم، زیر پا رو خالی کنم. ببین گردنو بلند کردم، زیر پا رو خالی کردم. الان میخوام یحیی از وزنش از من چند کیلو پایین تری؟ من 62 کیلو هم. من 7 کیلو پایین. 7 کیلو کمتر. یعنی من راحت میتونم این شخص رو زمین بزنم. چجوری نمیتونم؟ 1. تیغه پا رو بلند میکنه. 2. نکته خیلی مهم، وزن بدن میندازه روی زمین. پایی که عقبه رو من نمیتونم به راحتی خالی کنم. چرا؟ این پا تکیه گاه جلوه. من باید پایی که جلوه رو بزنم. یحیی تیغه پا رو میده، تمامی وزنش میده روی ضربه، هر جوری بزنم نمیخوره، ضربه به ضربه میشه، همون حالت فقط لوکیک حساب میشه. یا از این ور بدیم، ببینید جایی که کفش من هست ضربه اینجا وارد میشه، این قسمت نمیاد، نیمه پایینی قوزک به پایین. بیا من وزنم انداختم رو اینجا، پا میشه مثل ستون، یه تیکم تیغه پا رو بلند میکنم، تیغه بیرونی پا، پا این حالت میشه. ببینید بیرات دیگه نمیشه خالیش کرد، اگه اینجوری باشه لیز میخوره، ولی اینجوری نه. چرا؟ دارم به سمت جلو فشار میارم، تو این حالت نه، دارم پا رو به سمت زمین فشار میدم، وزنم میندازم روی پا. نکته مهم همینه که وزن رو بندازید روی پا، تیغه هم بلند کنی. برو یحیی ببینید پای عقب رو نمیرسه بزنه، پس وزن رو میندازم روی پای جلو که نتونه بزنه. همینجا بزن یحیی، وقتی نتونست داره پا رو برمیگردونه من پاشو میزنم، چون الان زور روی پا افتاده، اون یکی پا رو هواست، هنوز تعادل رو حفظ نکرده. توی برگشتش من ضربم رو میزنم، زیر پاشو کامل خالی میکنم. یکی دیگه از کاربرا از من یه چیز دیگه پرسیده بود، گفته بود توی مسابقات کیک بوکس آیا ضربه آرنج هست یا نه. بعضی از فدراسیونا آزاد میذارن، بعضی از فدراسیونا نه، یعنی میتونید مثلا توی تایلند بگن نیست، توی ترکیه بگن هست، هر کسی طبق خواسته خودش یه سری تکنیک‌ها رو ممنوع می‌کنه. توی ترکیه بیاید بیشتر مسابقات ضربه آرنج، زانو، بک پانچ، ضربه بک کیک، برگردون پا، برگردون دست ممنوعه. یعنی هر کس طبق خواسته خودش، طبق قانون کشور خودش یه سری قانون‌ها میده. ولی توی مسابقاتی که آزاده، بهتون گفتم توی همه حالت کلینچ که گرفتیم، ضربه رو من آرنج آزاد می‌کنم، مستقیم به سمت سینه می‌زنم. جلو ایستادم، دور گردن گرفتم، روی فک، روی سینه. اینم از ویدیو سویپ کردن، حتما انجامش بدید. بهتون گفتم نکته مهم آخر ویدیو هم یادتون نره، وزن بدن بندازید
محکم پا رو شل نگیرید. این پا اینجوری که باشه وقتی بخواید اینو بزنید این شله، دو تا پا عین تیراهن به زمین چسبیده باشه. مطمئن باشه این تمرین رو انجام بدید حتما اوکی میشید. ضربه آرنج هم بهتون گفتم توی گارد چجوری بزنید، به سمت بیرون به سمت داخل. این تمرین رو انجام بدید حتما، یادتون نره، با یار تمرینی مناسب. مطمئن باشید به چیزی که میخواید میرسید.